لوی جرگه یک ترفند و دستیس است. اعلامیه شورای مقاومت ملی برای نجات. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. آرزومندیم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. هارون میرسعیدی در برگه فیسبوک خود می نویسد: اعلامیه شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در پیوند به برگزاری لوی جرگه نامنهاد و دعوت سیاسیان و بازگشت و تسلیم شدن از سوی طالبان. بسم الله الرحمن الرحیم. حاکمیت گروه طالبان در حالی که با نبود مشروعیت ملی و بین المللی، انزوای روزافزون ناشی از رفتار خشن، تصفیه های قومی و سیاسی، نقض حقوق بشری، تبعیض جنسیتی، ناتوانی در عرضه خدمات، حل مشکل فقر و بیکاری و نیز جا دادن افراطیان جنگ افروز خارجی در داخل افغانستان با چالش های جدی و زوال حتمی مواجه گردیدند. تلاش های مذبوحانه را برا انداختند تا به زعم خود بتوانند حمایت مردم افغانستان و جامعه جهانی را جلب و مدت بر مردم ستم دیده این سرزمین حکومت نمایند. یکی از تلاش های این گروه تعیین کمیته به اصطلاح دعوت است که به هدف دعوت شخصیت های سیاسی و به پیوستن و بیعت آنان به حاکمیت طالبان در کابل در بدل تأمین امنیت جان و استرداد املاک آنان ایجاد گردیده است. نیرنگ دیگر این گروه برگزاری نشست نمایشی است زیر نام مجمع بزرگ افغان ها که قرار است مطابق خواست و برنامه از قبل تعیین شده ی گروه طالبان در کابل برگزار و بر دسایس شوم این گروه صحه بگذارد. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان هر دو تلاش یاد شده را توهین به شعور جمعی مردم، اهانت به شخصیت های سیاسی و شریک ساختن آنان در جنایات گروه طالبان و نیز به بازی گرفتن افکار جامعه جهانی می داند و آن را با قاطعیت رد می نماید. گروه طالبان باید بداند که هیچ شخصیت سیاسی با ضمیر و آگاه، هیچ عالم متعهد و عامل و هیچ بانوی شجاع و وطن دوست آماده نیست تا بر خون مردم مظلوم افغانستان و خواستهای برحق آنان پا بگذارد و شریک جرم این گروه شود. طالبان باید بدانند که برخورد آنان با سیاست مداران داخل کشور، خشونت آنان در برابر بانوان این سرزمین و کارمندان نظام قبلی بهترین محک رفتار آنان با دیگران خواهد بود. برای طالبان بهتر است به جای این ترفندها و نمایشنامه های خنده آور در جستجوی راه های واقعی بیرون رفت از معزل کشور برایند و از راه تن دادن به خواست های برحق و مشروع مردم افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت انتقالی و سپس نظام برخواسته از اراده مردم از راه برگزاری انتخابات عمومی زمینه تحول واقعی در جهت ثبات و امنیت و آسایش در کشور را مساعد سازند. شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان در حالی که از استادگی و مقاومت شجاعانه مردم در داخل و خارج کشور تقدیر و حمایت می نماید، رفتار تبعیض‌آمیز و فرادینی و ضد انسانی گروه طالبان را در مورد محروم ساختن دختران از فریضه آموزش و پوشش اجباری صورت بانوان افغانستان جدن نکوهش می کند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما همراه بودید. منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.